مامجان عبدالجلالوف و شادمان رضایوف دو پهلوان تاجیک در صحنه رقابت‌های قاره آسیا و اقیانوسیا در فینال قرار گرفتند. سلام بیننده عزیز، برنامه یک ورزشگر است از یوتیوب کانال جوانان تیوی. این زمان مهمان ما هستند یکی از پهلوانان موفق کشورمان، یکی از پدیده‌های نوروسته که پرچم کشورمان را در عرصه بین‌المللی معرفی کردند، محمد جان عبدالجلالوف میباشند. خوش آمدید به برنامه. اولا شما را برای صاحب گشتن به مدال نقره تبریک میگویم که اون را در چمپیونت آسیا اقیانوس به دست آوردید. انتظار آن را داشتید که در چمپیونت آسیا اقیانوس با هموطن خیش رقابت می نماید؟ چه احساسات شما را فرا گرفت؟ بله، ما پیش از به این مسابقه رفتن از جمهوری تاجیکستان دو نفر در وزن ما متصدی بودیم و باید هر دوی ما با مسابقه روانه می گشتیم و وقتی که ما قرعه کشی را دیدیم، شادمان از پایان من در گروه دیگر و من باشد در قسمی بالاییش بودم و همین تر ما با یک باوری داشتیم که به همه حریفمون غالب گشته در فینال با میخوریم و خوشتان نشدیم که در مرحله اولی و دومین با هم دیگر رو برو نشدیم، چون که میدونستیم که اگر به فینال هم برایم پرچم همون بالا افروخته شده سرود ملی همون رو خونده میتوانیم. وقتی که مدال نقره رو به گردن آویختید چه احساسات شما رو فرا گرفت؟ من زیادتر میخواستم مدال طلا رو به گردن آویزم، اما در نصیب همین بوده است و باز من از آن شادم گشتم که در فینال در جای اول نیز هموطن من میستد، چون که پرچم دولت ما و سرود ملی ما صدا میداد، چون که در جای دوم و سوم وقتی که من در جای دوم بودم و در جای اول از یکان نماینده دیگر دولت می بود، اون وقت سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا نمی دهد، تنها سرود ملی همون قهرمان صدا می دهد و ما هر دو در فینال بودیم و خرسند شدیم که اگر یا من غالب بایم یا که وای سرود ملی ما هموطن می باشیم و هر دیمون نیز می توانیم سرود ملی و فخر کنیم و همین طور شد و خیلی خوشحال گشتم و به خود گفتم که در دفعه دیگر باز مشقم را سخت‌تر میکنم و انشاءالله جایهای اول را سزاوار میگردم در این دفعه. تشکر زیاد. میخواستیم که دایر به فعالیت ورزشتان که از چند سالگی به این ورزش وارد گشتید و به این که شما را راهنمایی کرد یک چند سخن میگفتید به تماشا بینم. اولین مراتبه ما وقتی کودک بودیم اونقدر هم در گوشتین تصورات همون آید به گوشتین زوده اونقدر هم زیاد نبود، ولی چه خیلی که ما میدونیم در جمهوری ما گوشتین ملی، گوشتین نوروزی ها زیاد میشوند و همه تاجیکان طبیعتا وقتی که همه قریب بچه های همون طبیعتا گوشتینگیر و پهلوان میبردن و همین تر جهتی کمی بزرگ جوسا بودن من در وقت خوردیم کمی بزرگ جوسا بودم و مرا در همون نوروزی ها زیادتر به نوروزی ها می براوردم و گوشتین می موندم، ولی اونقدر هم گوشتین رو نمی توانیزم از بس که پدر من گوشتین خودش پهلوان بود، گوشتینگیر بود و اشتراکچی چمپیون جهان می باشد پدرم و در چه خلک می گویند در خونی آدم هست. من برآمده از پیش خود همون پیام ها رو می کردم و دیگر کودک ها رو مغلوب میکردم و همین تر آهسته آهسته تا سینفی هفتی آمده، بعد از سینفی هفتی علاقه فهمیدم که گوشتین جودو نمودی اولیمپی می باشد و با آنمون با گفته پدرم رفته به خود چخیل که میگم مقصد موندم که باید من سر کنم و در سالهای آینده علاقه باید من قولی بایم و سینفی هفتی هم مشقایی که اساسی هم را سرکم عشقایی که برای من برای گوشتین جودو رزولتا دادن را سر کردم. خوب
یعنی که پدرتون در این جوده شما رو راهنمایی کرده بودن. بله. ولی ایدئال شما کی است در ساحه ورزش؟ البته پدرتون یا کی؟ بله، مرا همه وقت این سوال می دهن که گوشتنگی دوست داشته تو کی می باشد، ایدئال کیست؟ من همه وقت در جواب پدرم رو می گویم، چون که پدر من قریب در هم جمهوری ما پدر مرا بیشتری آدم ها می شناسند. پدر من عبدالجلیل‌زاده عبدالفیاض از در دوره های خودشون قریب 10 کره چمپیون جمهوری گذشتگان و اشتراکچی چمپیون جهان آید به زودا گذشتگان. انتظار داشتید که در همین یک چمپیونت بین المللی صاحب مدال میگردید؟ بله، من پیش از این مسابقات باز یک چند مسابقه بین المللی شرکت کردم، ولی اونها سطحشون پستر بود. تورنیر و مسابقات در جمهوری ازبکستان و در دیگر دولت ها گذشت برای سن و سال کودکان، چون که من همین سال اولین سال هم می باشد که از همه خورد سال خورده شما بودم و گروهی جوانان در آمدم و دیگر بین کودکان چند جای ها را سزاوار گشته بودم و که علاقه همون مرحله های اساسی مرحله های قینتر برای من آغاز گشت و ما پیش از چمپیونت آسیا به چمپیونت جهانی سفر برگشتیم. در آنجا نیز بین آدمان از همه رزولتات خوب را من دادم، جای هفتم را تظاهر کشتم و پیش از همین چمپیونت آسیا ما با مربی همان مسئلیت کردیم، چون که چمپیونت آسیا نظر به چمپیونت جهان سستر میگذارد و چه خیلی که ما میدانیم در چمپیونت جهان تمام قیده ها اشتراک میکنند، زیادتر اروپا که از همه سختترش آمی باشد در چمپیونت آسیا آنها اشتراک کردن نمیتوانند و من با مربیان آن همون مقصدمون تنها مدال طلا بود، مثلا تنها مدال طلا بود و از ما از جمعی تاجیکستان دو نفر رو سفر بر کردن و ما با مربیان باوری داشتیم که از این مسابقات باید مدال بر دست آوریم و اینچنین هم شد که در فینال و فینال برآمدم و سزاوری جای دوم گشتم. بهترین و به همان جوانانی که نو به رشته ورزش پیوندند، نو به رشته جودو پیوستند، یعنی به همسالان خود چی توصیه ها میدهید؟ توصیه میدهم که زیادتر به ورزش مشغول شوند، چون که روز از روز با دستگیری پیشوای معظم ملت همون ساحه ورزش ما پیش رفته ایستاده است و اون کس ما را دستگیری کرده ایستادند، غمخواری کرده ایستادند و ما نباید این غمخواری آنها را با از غمخوری آنها را صرف نظر گرفته، ما باید زیادتر تمرین کنیم که چون که قناعتمند گردن اون کس و رزولتات های خود را نشان دهیم و جمهوری همون را در عرصه جهانی معرفی نماییم و باید هر یکی ما ناموز کرده تمرین کنیم و همه چیز مشیدنی است. ما اول با هیچ کس باوری نداشت، وقتی که ما در فینال هر جمعون با خوردیم ما را هر دویمان را به جایی که دوپینگ کنترل میگویند هر دویمان را به همون جا بردن. از روی قایده باید یک نفر را برند، تنها چمپیون را برند. در بعضی ویس ها در بعضی وزن ها حالت های شدن که نبردند، اما آدم ها را نبردند، چون که وقتی که از جهت گوشتین سوس میگذارد و هیچی چی نمیکنند، مقصد در اونجا فریاد نمیکنند که دوپینگ کنترل گیرند و هر دوی ما را بردن و ما پرسیدیم برای چی باید چمپیون فقط را باید، گفتن که شما هر دویتون فینال بومدن این ناممکنه، این قدر سال شدگی نبود، هر دوی ما را بردن و دوپینگ کنترل سپردیم. در آینده چی نقشه ها دارید؟ من زیادتر حالا میخواهم که چمپیونت من حالا دو سال دیگر وقت دارم و میخواهم بین جوانان در چمپیونات جهان زیادتر مقصدم همین باشد و می باشد که در چمپیونات جهان مدال گیرم، جایزه دار کردم و چمپیونات آسیا نیز و لکه وقتی که سن سالم به بین کلان ها میرسد باز باید مشقام رو زیادتر کنم، چون که باز خین شدن میگرم، مشکل شدن میگیرد و مشق زیاد کردم، مشقم رو باید زیادتر. تشکر زیاد محمد جان برای یک صحبتی صمیمی.
به شما برار موفقیت خواهیم و امیدواریم که در دیگر چمپیونت ها نیز سزاوار مدال طلا نیز میگردید. بینندگان عزیز، برنامه یک ورزشگر بود از یوتیوب کانال جوانان تیوی. ما رو پیگیر باشید.